اپلیکیشن 724 تقدیم می کند. دسته نزد زمین، برو توی اپلیکیشن 724 تراکنش کن. ببین گوشی دسته، تراکنش ها امتیاز داره ها. میدونی تراکنش های 724 چقدر میارزه؟ 240 میلیون تومن. میدونی چند نفر 240 میلیون تومن برنده میشن؟ 7 نفر. حیف نیست گوشی دستت نباشه؟ 7 نفر. جایزت مبارکت. سلام، خوشحالم که با یک سری مسابقه دیگه ناتو با یک گروه خفن در خدمتتون هستیم. من سری تغییر بعضی قوانین که حالا خیلی هم بزرگ نیست و بعضی شرایط رو بگم. دیگه ما اون 50 میلیون ثابت که وسط داشتیم رو نداریم، یعنی هیچی اون وسط نیست، ولی به جاش منکس داریم. هر منکس 10 میلیون تومان ارزش داره، یعنی هر سوالی که پاسخ درست بهش داده بشه 10 میلیون میره وسط. و خوبیش اینه که دیگه با جوابهای غلط هیچی ازش کسر نمیشه، اون تا آخر میمونه برای برنده که ناتو یا غیر ناتوه. و در طول بازی افرادی که حذف میشن دیگه به اتاق حذف شده ها نمیرن، میرن به جایگاه حذف شده، یعنی دوستامونو باز نزدیک خودمون اونجا میبینیم، همچنان نظارگر و تحلیلگر بازی هم هستن. با عرض سلام خدمت بیننده و شما، میشه اینورم بیاین؟ هر جا دوست. خب خدا رو شکر. خب دیگه یوسف جان لو داد که کیا اینجا نشستن. چه اشقای اینجا نشستن. به افتخار خودتون رفقا سلام. سلام بنام شفا. این همه گفت میونه صحبت‌های من نپش. من عذر. هیچ اشکالی نداره. داوود نجات ببخش. شما تاج سر منید، به شما میرسه. همه جوره. هر جای بازی دوست دارید وسط حرف من بپرید، خواهش به سرم بذارید، هر کاری دوست. نه نه، من فقط می‌خوام ببینم اگر که باختیم اینجا که میتونیم بیایم. شما که ناتوی نمی‌بازی. پنج نفر با هم رقابت میکنن که یک هیلگر بینتون حتما نشسته، یک متقلبی که قبلا جواب سوالا بهش داده شده و اون کسی نیست به جز ناتو. ناتو. و اگر که... گفتی هیلگر، من کاری با ناتو ندارم. الان دارم دقت میکنم آقای بنفشه شبیه روباهن تو پسرش وجه یه ذره هیلگر الان این زاویه ها شبیه شده. میشه بگی شاید من با شما شوخی دارم آقای تیموری. آقای بنفشه عذر میخوام. وای ببخشید آقای علی مردنی جون دلم، الان که خیلی بدتر شد. اون موقع 50 میلیون بود حداقل. خب ولی ازش کسر میشد، جواب غلط میدادی یوم شد 30 میلیون. سری خودشو لو داد، دیدی حرف پول و وسط کشیده. پولکی نیست خیلی ها، جد سوال جدی پرسید، بعد میخواد بگه من ناتو نیستم. اصلا پشت صحنه یه دفعه حسش عوض شد، داشت میگو میخندید دفعه اینجوری شد. همه اینا رو 10 بار بازی کرده. خب اینجا ببینید چه عزیزانی داریم. آقای رضا داوود نژاد عزیز، هنرمند دوست داشتنی. سرکار خانم شیدا یوسفی رو داریم. عزیزی من حتما با هم درس نمیدیم، خود من به شخصه این 4 تا عزیز رو خیلی دوست دارم. چون نمیدونم ناتو کیه و قراره همه با هم کشف بکنیم، یوسف تیموری عزیز رو داریم. عزیزم من عذرخواهی میکنم، احتیاط میکنم به خاطر اینکه سرمایه خوردم، ترسم. نه اشکال نداره، من نمیگم مریض نشم. خواهش. بله سرکار خانم، ولی مریضی دیگه از اون ور نگیرید، از سمت آقای بنفشه به سرماخوردگیتون اضافه شه. ببخشید. سرکار خانم آشا مهرابی رو داریم. چه هنرمندی، چه باشگاهی. عزیز دلم جناب آقای بیژن بنفشه، داشتنی نازنین. خب حالا رفقا میخوام اولین مشخصه
ناتوی عزیز این بازی رو بخونم ببینیم همین اولیش به کی میاد. کلن به یوسف میاد مگر اینکه عکسش ثابت شد. نخوندم که هنو نخوندم. منم نخوندم. یوسف. حسی دیگه. چرا من بالا پایین می... یه بار با آقای شفیع جم رفتیم مسافرت. هی حساب کتاب میکرد. هی پولام قرار بود که تا قیرون آخر پول آب معدنی هم حساب کردیم. آخر سر من گفتم تو دیگه یه جایی کردی تو پاچه یه جایی داری به من دروغ میگی. گفتم چرا که خیلی بالا پایین میپری. گفتم چه دلیل داری تو نشستی که من خوشحالم. گفت خوشحالی داری بالا پایین بری. و یه جا رو گفتم اینها رو ریز بریز حساب کردیم. الان حکایت همونه. آره. آقا خانم ها آقایان ناتو این بازی یه آچار نمیتونه دستش بگیره. اقرار داشته که اصلا فنی نیست. حتی یه دفعه اومده لامپ خونه رو عوض کنه معلوم نیست چی اشتباهی کرده تو چی برق کل واحدا رفته. خانومه دیگه آچار نمیتونه دستش بگیره. به کی میخوره؟ منم نمیتونم دستم. شما خود اتفاقا به خانوما نمیخوره چون بدیهی خانوما فنی نیستن. من فکر میکنم میشه آقایون باشن که فنی نباشن. نه خانوما هم میتونن فنی باشن. آچار میتونه. آقای برادرتون میشه بخش نودال باشه فنی و جلوه‌ای ویژه. ولی اون قسمتی که برق ساختمون رفته کاملا میاد که چرا این فکر میکنم؟ شما هم یه ذره خونه ساخت. من یه ذره هم رجوع به شما بره. ایشون اتفاقا در این زمینه اصلا به ایشون شک نمی کنم. میشه اون لامپ عوض کنی؟ یکی دیگه انجام میده. عداشو در آوردی الان؟ بله. یوسف خواهش میکنم تا آخر حتما به منم دقت کن و حتما ادای من رو در بیار. خیلی سخته. تو خودت 1001 صدا تقلید میکنی. تو ادای من رو در میاری. ادای محمدرضا رو نمیتونی. شما شبیه یه شخصیت تاریخی این که نمیتونم اسمشو بیارم. ایرج میرزا. انقدر اسمشو آورده که. ولی میدونی بهترین ادایی که من از آقای تیموری دیدم ادای آقای سمندریان. آخه خدا بیامرزه. اتفاقا تو همون برنامه چلتیکه بود یادش میکرد. آره. آقای سمندریان عزیزو. بله. خیلی یارو ولی خب امیر غفارمنش و رضا و مهران و همه رو ماشاءالله عالیه جون. خودش بریم سوال اول. سوال اول خب میگه کدام حیوان هنگام خواب دست هم نوعش را میگیرد؟ آخه یک شغال، دو رضا داوود نژاد. جدی میگم من یه دورانی با هم کار میکردم. ببخشید نمیگم حیوان و منظورم با هم به خدا میگفتم یه واقعا دوست داره بغل میکردم تو سر سریال زندگی بشه خنده بودیم یه کاناپه بود نمی جا نبود بعد عین کوالا منو بغل میکرد. کوالا لامپور ولی کوالا لامپور حیوان یه دفعه بلند میشی خوابم میپره. یادته من یه دفعه میپریدم یه تخت بود که رضا میخوابید توی اتاق رضا. یوسف رضا چقدر با جنبه است؟ رضا خیلی بی‌ظرفیته. جدی میگم الان که نمیخنده داره فکر کنه یه جواب بی‌نمک به من بده. بخند راحت باش وقت خندت استفاده کن. اصلا برای یوسف مهم نیست کی با جنب است کی بی جنب. عزیزم نه حداقل اصلا حداقل این موضوع رو پدر شما میدونه. خوبه گفتم بذارید موقع خوندن سوال من آخرش اصلا میفهمه بی جنبه ای بدتر میکنه. خب ببین آخه از پشت صحنه تو داری شوخی میکنی. آقای داوود نژاد بریم سراغ ایمون بعدی. سوال اینه که ببخشید یک شغال، بله. دو فک، سه سمور دریایی، چهار کوسه، پنج سگ آبی. جواب بلدی؟ سمور خاکی نیست که تو گزینه ها. خاکی و مردمی با رفیقاش صمیمیه. اسم گزینه رو عوض کرد. تو بهرها خیلی خیس و اینا نیست تو دریا چون اونجوری نمیتونه رفیقاشو بغل کنه بخوابه. خب نظراتونو بگید با هم جو. فکر کنم کوسه که نمیشه. شغال هم نمیشه. چرا یه سری کوسه ها اصلا آقای من افشه خواه. جدی میگم هم نو که هیچی اصلا. نهنگ هم بغل میکنن دلفین هم بغل میکنن. کدوم حتی به شاید باورتون نشه به تخم قورباغه رحم نمی کنن. کدوم گونه رنگ خودم هم اینجی. ولی من میگم سمور خاکی یعنی خیلی باید خاکی باشه. یوسف جان کدوم گونه از کوسه ها هستن که اینجوری هستن؟ بعضی هاشون من فکر کنم حذف کنیم شاید بهتر آره، جواب برسید. مثلا شما کمک کنید به جواب آره، درست برسید. آره. من میگم سگ آبی.
منم بین سگ آبی و من میگم سگ قرمز فوک و سموره دریایی. نه بخوام فقط با تو مخالفت کرده باشم. کاری به گزینه‌ها نداره. تو آب سگ آبی؟ سگ آبی؟ حالا همش هم تو آب نیست که. آره. از اوناست که سد میسازه دیگه. آره آره مهربون انگاری اخلاقش. آره. من میگم کوسه رو حذف کنیم ها. شغالم حذف کنیم. شغالم. من میگم سموره دریایی بکنیم خاکی. این ناتوه هی داره ما رو منحرف منحرف. آره یه جواب درست بده دیگه. نظرت راه نمایی خوبه. همون سگ آبی که تو میگی بگم. سگ آبی توی اینجا هم مشاهده شده و همون تو همش تو آبه. اصلا به فوک فکر نمی کنی؟ چرا من بین فوک و سموره دریایی و سگ آبی شما کمکمون نمی‌کنی آقای علی من آخه اصلا من نه من خاناخا به فوک که فکر می‌کنم اصلا مسابقه میام بیرون یاد علی سالمی کمک می‌کنه ولی نه از سوال اول خیلی سنم دوستم روندتون چجوریه نمی‌خوام مسابقه بیام بیرون علی ببخشید دوست دارم گفتم یادت اینجا باشه و خودت هم باش چی شد اجماع زمان نداره یوسف بین کدام گزینه‌ها من میگم که اگر که بر میدونیم یعنی فوک هم میشه باشه ببین طبیعت فوک دستش کجا یعنی من دست طبیعت من بین سگ آبی دست طبیعت باعث میشه که شغال و فوک و کوسه و سگ آبی با هم در واقع ازدواج کنند سمور خاکی به دنیا میاد و اونه چی گیری داده به سمور خاکی الان خاکی رو خاکیه مهربون آقا منظور هم سمور دریاییه سمور دریایی صد میسازه یعنی دریایی واقعا نمیدونم فکر کنم سگ آبی سگ آبی سگ آبی همون بود که خب تو کمکمون نمی‌کنی از سوال اول نه ببینم چجوری پیش میرید ببینم آها ببین سگ آبی که آب سگی خورده باشه میدونی به ما باشه اینجوری همش داره چرت و پرت بخواب دیگه یعنی زمان این برنامه میشه 3 ساعت همینجوری پیش میره من یه خودکشی فرهنگی خب نه یه جوری دست تو دست بخوابم که بعد الان بعد اجماعتون رو بفرمایید. با حضور تو این برنامه خودکشی فرهنگی خب بچه‌ها بین گزینه 3 و 5 انتخاب کنید. الان بذار اجماع متوجه بشیم اگر نه سوال میسوزه اصلا پولش هم میسوزه. شما نظرت چیه؟ یه چیزی من بگم ببخشید. بگو عزیز. یه موقع هم می‌بینین کوسه یا فوک بود که ما اصلا میگیم نیست. فکرش نمی‌کنی؟ احتمالش هم زیاده. چون هر چیزی که آدم فکر می‌کنه نیست اون. بله. یه موقع هم اصلا تو اینا نبود. که چه هست 100 درصد. می‌خوای حالا یه اگه سخت همین اولیه گزینه حذف بکنیم میخوای چی حذف بشه بین چی و چی حذف بشه آقا من بین میگم سگ آبی و سمور دریایی آقا من میگم سمور و دریاییشو حذف کن خود سمور حذف کن ببین این اولیشو بدون چالش حذف میکنم یه دونه ولی از بعدیا هر جا کمک بخواید بگید گزینه حذف کن چالش داریم یه چالشیه من میگم اجرا میکنید موفق شدید حذف کنید باش خب من میگم بین چی و چی شو من هیچ چی نمیگم من بگم سمور دریایی و سگ آبی شکل سمور دریایی و بین سمور دریایی و سگ آبی حذف سگ آبی حذف بله خود بریم بگیم فوک خود بین اون دوتا شغال هم مهربونه نه با خودشون ممکنه مهربون باشن نسبت به هم نوعش مهربونه میسوزه الان گزینه یک نمیذارنش جواب فکر بگو نه ربطی نداره اجماعمون چی بین دوتا گزینه یه دونه رو حذف کردیم ناتو داره راهنما میکنه راهنمایی میکنه میگه شغال گفت شغال آره آقای تیموری شغال یا سمور سمور خاکی آره خاکی رو ول کن سمور یا سمور خاکی که نداریم سمور دریایی دیگه سمور دریایی روشن بشه روشن بشه سبز شو آفره باریکلا ببین این نمیتونه خودش رو کنترل کنه دوستان به هر حال تو همین اولین سوال من که خودم قسم بخونم نه قسم نخورم آقا تو همین اولین سوال فعلا با یه کمی جدی آخه چه جوری میشه سمور آخه چه جوری دست تو دست میخوابن دست همو میگیرن که از هم دور نشه آخه چه جوری میشه مگه ما اصلا از دور میبینیمشون
من یکی دوبار دیدم. ما ندیدیمشون. خب باش، من سعی نکردم تو مسئله خانوادگیشون دخالت کنم. ولی خیلی شما تو سمور خاکی دیدی اصلا. شما آقا یه منکس 10 میلیون تومانی فعلا گذاشتید کنار که حزبم نمیشه، یه دست بزنید برای خودت. خیلی ممنون آقا. واقعا تو دیدی؟ منکس یعنی چی؟ نه یه واحد. نه بابا شوخی دارم، اصلا مطمئن بودم این نیست. مطمئن بودم این نیست. یعنی من میدونستم، میخواستم ببینم رضا میدونه. شغال بیشتر بودم. نه شغال مهربون نیست. شغال بیشتر بودم واقعا. آخرش همین تموم شد. تموم شد. خب ویژگی بیژن شبیه ابر خودخود هم این علامت سوال اسب دریایی. خوبه باز منو شبیه انیمیشن ها دیده به من میگه ترکیب نل و هنایی یه جوری یادت اومد اونو ابر هدهد چه کارتون ترسناکی بود خیلی ترسناکی میگم خوبه منو شبیه انیمیشن ها دیده میگه ترکیب نل و هنایی نل دختری در مزرعه هنا بود ولی خب حالا نل رفته منو نگفته هنوز معلوم نیست چه چیز وحشت ولی آقای بنفشه خواب وقتی بالا میشه وای میسته شبیه پرگار میشه تو لوازم تحریر یه دایره بد میشه باش کشید یه زن خب ناتو این بازی که به هر حال کمکشو در سوال اول کرد و فهمیدیم یکی از ویژگیاش اینه که اصلا فنی نیست و آچار به دست نیست به جون خودم نیست. فکر نمی کردم اگه اینجوریه واقعا برای من که دیدی لو میدم ولی به جون خودم اصلا تنها گزینه که اصلا فکر نمی کردم این باشه آخه سرزرب گفتی خب من اصلا شغال اون یکی چی بود فوق آخه ببین اینایی که آبیان آخه نمیخوره بهشون کجا واقعا شما استخ زیاد میدید تا منظورم خب همین تو استخ به هر حال هر کدومتون که هست الان یه ویژگی دیگه شو میگم ببینید به کی و کدوم یکی از شما میخوره این بشر عاشق ترسوندن آدماست صد درصد صد درصد این مشخصه منه ولی من ناتو نیستم حالا خود دارید چو آدم رد گم کنی بله اصلا صد درصد مشخصه منه من دوست دارم اعتماد میکنم ترسوندن اصلا ببین بتره کنم بین همه ما شخصی که از همه بارزتر این کار رو انجام میده یوسفه پس یوسف نیست رضا صد بار این کارو با خود من کرده. هر حال توی بازی ناتو رد گم کنی هم وجود داره دیگه. بله. اصلا میگم من دوست دارم من بتره کنم. من میام از خودم چنین چیزی بگم اگه با من باشم. حاجراتش نشدیدی داشت میگفت. من اون شکم رفت به رضا. یعنی آخه من میام خاصیتی بگم که مشخصه یوسفه. کدوم آدم عاقلی که ناتو میشه حتی ایشون هم عاقله ها فکر میکنه که ما نمیدونیم ما عاقلتر از خودش میاد داره میخنده آره اون خاطره رو تعریف کن پشت صحنه اینجوری بجوری بعد میره تو اتاق میاد حالا که اعلام میکنه مثلا میدیم سوال جواب میکنه بعد که میاد بیرون اینجوری بابا خوبه همگی خانواده خوب خب ما نفهمیم تو ناتو یا نه یعنی انقدر بعد حاضرم سمور خاکی باشم ولی اینو نگم که نفهمیم سمور خاکی اصلا نداریم من نمیدونم نه مثلا مردمی سمور مردمی منظورش از خاکی بیریست سمور مردمی الان چهره سمور مردمی بود نه اول شما اینقدر شما عده همه رو در میاری اگر خودت شی باشی چه شیعی هستی؟ اگه شیعی باشه شاید تو ویژگی هاشون باشه من خودم رو میگم ولی مطمئنم رضا ویبرهیه موبایل ویبرهی قدیمی نوکیا یا موس ویبره ای نمیدونم دسته این گیم ها هست که بازی ویبره داره در صورت سوال دو ویبره ای صاف کدام سیاست مدار برنده جایزه نوبل ادبیات شده است؟ یک وینستون چرچیل دو رونالد ریگان سه جان اف کندی چهار نلسون ماندلا پنج پاتریس لومونبا یه دونه ایرانی هم میذاشتن آره بعد جایزه نوبل گرفته باشه این پاتریس لومونبا رو که من نمیشناسم پاتریس لومونبا قبل از گیشا شهر را از جلال الله احمد یا نلسون ماندلا هم که جردنه ماندلا جردن فرودگاه هم که نیست چرچیل هم که چرچیل لایت نازک وینست چون وینستون اسمش وینستون لایت نازکش اولترا لایت من فکر میکنم که ماندلاست منم فکر میکنم ماندلاست
خب دو نفر تا اینجا میگید ماندلا. شما چه فکر میدید؟ من فکر کنم که ماندلا، سیندرلا. خب اون بهش میاد، چیزم بهش کی؟ جان اف کندی و رونالد ریگان که من مطمئنم نیستم. اتفاقا بالعکس، همیشه این فکر میکنم که یا اولیه یا نظرت دوست. چیه؟ منم بین نلسون ماندلا و شاید هم چرچیل، نمیدونم. آره به چرچیل هم میاد. نقاش بود، معمار بود اگه اشتباه نکنم. چرچیل هم بگم معماری میکنم. نه چرچیل هم بهتون بگم، حالا خودمونیم، خودمون نشستیم دور و بریاش گندش کردن. ولی احتمال این میره فکر نمیکنم باشه. نه بس بین کم کم هست اصلا تا اومد جایزه رو بگیره مرد. همون دهمون دلی پسرش شلوغ بود اون خیلی. بعد ری کنم که بیشتر فکر میکنم ری کنم عشق فیلم بود، عشق فیلم و بازیگری و اینا بود، جان وین و آره. بین گزینه چهار رو پنجو نمیشستم. ماندلا و چرچیل بهشون میخوره، پنجو واقعا نمیشستم. من میگم بین یک و پنج یک رو اینه بالعکس اتفاقا. نمیدونم اما باز نگم اجماع باز کنید. نگیم درست در بیاد فکر کنیم من ناتو هم، ولی ماندلا رو میدونم نیست. من بین میگم پنجو نمیشستم، بین یک و چهار نمیدونم کی. یک و چهار شما چی؟ من میگم ماندلا. من بین ماندلا و عبدالله حتی میگم عبدالله ولی ماندلا نی. این یه چیزی میدونه. آها این دیگه خیلی معلومه. خودشو اینجوری خب پس جان اف کندی بزنی جان. حالا که اینجوری کمکمون نمی‌کنی؟ کمک می‌خواید؟ بله. چالش بدم بهتون بعد ازم بخواید که بین کدوم گزینه‌ها براتون هست. من میدم جان اف کندی بوده، ولی خب مثلا دیدی اینه که به هر حال کشته میشن برای کشورشون، درجه میگیرن میرن بالا. خب براتون توی مقام ریاست جمهوری بود وقتی کشته شده، گفتن درجه که نمیتونیم بدیم بهش جایزه نوبل بدیم. دوستان بگید بین کدوم گزینه ها بیشترین شک و دارید؟ من واقعا بین یک و چهار. پنجو میشناسین؟ پنجو من میگم بین یک و چهار و پنج. بین سه و یک. آقا چرا میخندی؟ پس یعنی میخوای بگی چرچیله؟ نمیدونم چی بگم. بین یک و سه مخرج مشترک اینا میشه یک چرچیل. درسته. آها هرچی شما بگید. خب بین یک و پنج و چهار من میگم یه دو تا شو هست. شما بگید برای پنج. یک و چهار و پنج. بین یک و چهار و پنج هست کنم. مرسی. آره دو تا شو. بین یک و چی پنج؟ یک و چهار و پنج. بین یک و چهار و پنج بیشتر دیگه چال نخیر. خب بیان دو سن هم بزنیم بغلش دیگه، بزنیم اونم تنها نباشن. یوسف اگر ادای چرچیل رو دراری یک شو حذف می‌کنم. چرچیل واقعا نمیتونم، بلد نیستم. شکل کیه چرچیل؟ چرچیل چلچله بلبل چرچیله بلبل نمیدونم، واقعا نمیدونم. توپله تصویرش یادم تازه سریاله توپله مواریخته پیپو. بله 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 که در زمان جنگ نازی ها توی ایران اومدن نشستن با اون دو تا رهبری با استالین و روزولت. بله بله با استالین که میدونم شبیه بهنابانیه. چرچیل فهمیدم. ببینم خود ساختمون بدنش و کلیتش میرتار مظلومی رو داره. خب چشاش رضا شفیعی جان خوب گفت. پس دیگه ماندلا رو براتون حذف میکنم. همونی که رو شک داشت. پس بین یک و پنج ماندلا مانده اون لا. آره ماندلا مانده اون لا. میشه آره ماندلا نیست. شما میگفتین ماندلاست یا چرچی؟ آقای من همشه خواهد دل بده به دلا، برو از اون لا در بیار ماندلا. اون گناه داره، اون لا گیر کرده. اجماع پنجو میشناسین؟ آقا من همچنان میگم در این حد نه که بتونم بگم که نوبل برده یا نه. چرچیلو اشاره کردیم بهش، احساس همینه چرچیل هست و پاتریس لومانبا. بازم رو حرفم هم. من واقعا شنا آقا ریگان و ماندلا رو من موافقم با همتون. واقعا راست میگی، ریگان و ماندلا نیستن. اینا نیست. خب ماندلا رو که مرزا گفت نیست. بین یک و پنج. بین یک و پنج. من راجع به پنج شناختی ندارم. به ریگان و کندی هم که کاری نداری خودتون. من چون اتفاقا همون میگم شاید ما نمیدونیم. جان اف کندی اتفاقا اخوی شاید بود. لومونبا روشن بشه. منم میگم چی؟ منم دو دلم. دو نفر لومونبا. آره منم هنوز انتخاب نکردم ولی فکر کنم پنج. میگم اگر چرچیل بود خیلی دیگه پروپاگاندا میکرد. اجماعتون پنجه؟ خب بعد گزینه پنج روشن بشه. وای فکر کنم یک بود. پاتریس لومونبا.
گفتم هیچه نشه. اشتباه کردم. نه باید به حرف این گوش کنی. گوش کنی. چقدر تابلو نشون دادی یک ککا. خیلی تابلوی یعنی. یه دور برش میگی دیگه کی هست غیر از ما که نگاه میکنی؟ بعد ما رو نگاه کرد اینجوری کرد. به قرآن این یه جای دیگه هست. اصلا من این کارا رو نکردم. چرا درونش انجام داد؟ اگزاجره میکنه. خب مشخصه بعدی ناتو این بازی که برای من سخته ها. من واقعا نمیدونم. دعوایی بوده. دعوایی بوده. ناتو این بازی دعوایی بوده، کتک هم زیاد میخورده تو دعوا. همونی که دست به آچار نیست، فنی نیست. اگه یوسف دعوایی باشه فکر نکنم کتک بخوره. نه من نبودم، من یادت یه بار تعریف کرده اینه کی کتک خوردی. کی؟ نه واقعا یوسف دعواییه ولی میزنه. میزنه من اصلا منم فکر میکنم اگه دعوایی باشه میزنه. چون باش خیلی کار کردم. میشناسمش از اول. رضا واقعا یا الکی. نه خدایی اصلا دعوایی. حالا تو این همه سال یه بار یه چیزی بگم. یه بار با هم دعوا کردیم سر پیتزا بود. توی سر صحنه. کتککاری کردیم با هم. ایشون منو زد با جعبه پیتزا. نه خیر ایشون پیتزا براش آوردن داشت با خانمش صحبت میگن من حمید لولایی خوردیم پیتزا رو. حتی من تعارف کردم آقای لولایی گفت برای رزم بمونه تو ماشین بودیم. نمیخوای یه پرش بمونه برای گفتن بخوری تلفنش که تماشا اون پشت با جعبه پیتزا زد به من دعوا بودم. دعوا ندیدم آقا خانم نیست. نه دیگه این مشخصات نه ممکنه نه میگه کتک خورد بهت میخوره مثلا تو مایه یانگوم الکی نگو جدی میگم بالا بهت یانگوم نمیدونم مثلا یانگوم آشپز بود. آشپز بود نه قیافشو میگه نه قیافه نه نه اونا همه بابا رزمی بلدن همش. گفتی خیلی دعواییه ولی همش هم کتک میخوره. دعوا آره زیاد دعوا میکنه. نه کتک ولی کتک هم میخوره دیگه. کتک هم میخوره. خب همیشه همه دعوا خیلی دعواییه اصلا دست به آچار نیست. لامپ خونه رو ترکونده برق منطقه رفته. آره سه تا بود و یکی و عاشق ترسوندن دیگران. آها همش به یوسف میاد. نه آقا من نه فقط فنیم خیلی خوبه ولی من میگم چون که همه خصوصیات به یوسف میخوره پس یوسف ناتو نیست یا یکی از آره خانم ها هستن یا شما ببخشید دوست عزیز یا شما یا اصلا یکی از آقا من یک بار دیگه براتون بیننده های عزیز آقای علی مردانی وقتتون نمیگیرم بازی میکنم. چه خبر خوبی؟ آره آره قربونت برم. من یه دقیقه برم تو اتاق بیام. رفت تو اتاق. این کی این کی بود؟ ادای رضا رو دادن. آخ عزیز. رضا رضا. تو خودش. خوبی و همگی خوبم با من. از اون خاطره رو تعریف کن. چقدر شما صبوری. آخه کاری نمیتونم بکنم. خودم آماده کردم. کاری هم از دستم ببین تو ویژگی های صبور نداره. دیگه مطمئن میشیم اینه. آتو خیلی هم صبوره. سال سوم تصویر داره نمایان بشود. نام این حیوان چیست؟ یک گربه سگ. دو ببر تاسمانی. سه شغال تاسمانی. چهار گرگ بیابان. پنج گوساله فیلیپینی. این ترکیبیه قشنگ. پیوند خورده یه سه چهار تا حیوانه. من فکر می‌کنم بین دو و سه مشترکه. دو و سه چون یکی از کلیدای کنکورم همین بود دیگه. وقتی که می‌خوام گمراه کنم یکی از اون دو. ببین بیشتر شبیه پیوند گورخر و روباه. پس میتونیم شغال تاسمانی باشه. بیشتر به شغال می‌خوام. این هیچ چیز شبیه ببر نیست. فقط دو تا راه راه داره. گورخر و با البته اون پوست راه ها به ببر نمی‌خوره. نه گرگ بیابون هم که نیست. قبل از این اسم گذاری بهش گرگ میگفتن. من احساس میکنم توی گله گوره خرا بالعکس. خب گله گوره خرا و گله این روباها و اینا با هم دیگه حمله کردن به هم. خب یعنی بالعکس گوره خرا حمله کردن بعد اون وسط یه گوره خر
عاشق یه دونه همین روباه شده که این بچه کوچولو به دنیا اومده. خب جوابش میشه کدوم گزینه با احتساب اینایی که تو گفتی؟ نمیدونم هیچ کدوم اینا نمیدونم. من میگم شغال تاسمانی. چرا اگه میگین گرگ بیابان نیست؟ گرگ بیابان شکل گرگی که تصویرش آره. هممون داریم. اگه مثلا میزد گرگ تاسمانی میگفتیم روش فکر. ببر هم که راه راهه اصلا. ببر که نیست. ببر گربه که نیست. گوساله هم که نیست. پس یا سه یا چهار. شغال خیلی میاد. منم به نظرم شغاله. شغال تاسمانی. اجماع. من میگم ببره. گوساله که نمیخوره. ببر گربم. تاسمانی. گربم اولیه نیست. مطمئنم. شوق آها وایسا آخه میگه گربه سر خیلی شبیه شوق گرگ گرگ بیابانو بر گرگم نمیخواد آقا ببر این ببر رو گفت ببر چون اگر اینجوری بود از یه زاویه دیگه میگرفتن که شغالیش معلوم نشه تو میگی شغال نیست ببر چی میگه این داره چرت و پرت نه جدی خب شغالی که شبیه شغاله یه زاویه دیگه میگرفتن که معلوم نشه شبیه شغاله حتا شبیه گوساله هم که نیست گرگ گربه هم که نیست ولی خوب. گربه سگ بهش میاد نه 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 گربه سگ اینجوری نه گربه سگ یک اخلاق سگی داره اصلا وای نمیشه عکس بگیرن ازش خودش میگیره برعکس سمور خاکی و مردمی همه یه حیوان ها رو یه ویژگی های تاپی ازشون رو میکنه خب باید زمان این بازی رو کنترل کنم اجماع بفرمایید بین دو و چار اصلا آقا من میگم ببر تاسمانی گزینه ببر تاسمانی شما بین چی و چی هستی؟ من یا مشخصاً بین ببر تاسمانی و شغال تاسمانی بین ببر و شغال تاسمانی منم چون یوسف میگه میگم ببر تاسمانی من میتونم بین گرگ و ببر بین گرگ بیابان و ببر بین گرگ بیابان و ببر تاسمانی شما بین شغال و ببر تاسمانی رضا تو چی میگی؟ گرگ بیابون نیست من بین این ببر تاسمانی و شغال تاسمانی موندم شاید همینجوری شاید داره میگه شاید پدرش یه تو بیابون لنگه کفشم نعمت هست بعد مادرش این اینجوری داره منم بین دو سه ام ولی میخوام اعتماد کنم سوالا اینجوری یوسف هم اینجاست معلومه ما به نتیجه گیریم آره کانفیوز میشه دقیقاً ببر تاسمانی بزنه تو سرش آخه من ناتو چه غلطی کردم که بیام ببینن لو بده یه دفعه قاطی کنی شما من بین دو و سه شک دارم ولی چون ایشون تاکید میکنه ببر تاسمانی میخوام بگم ببر تاسمانی پس تو اینجا سه تا ببر تاسمانی من بین ببر و گرگ تو الان اشتباه نگفته میخوای بگیم ببر دیگه ها بچا من فکر میکنم ببینیم یوسف چیکار میکنه من میگم 70% ببر تاسمانی چه وضعیتش 50% ببر تاسمانی 50% گرگ بیابانی خیلی خب اجماع روی ببر تاسمانیه درسته حالا بیابانی اجماع روی ببر تاسمانیه روشن بشه ببر تاسمانی وای سبز باشه کلا چقدر تابلو منو نگاه کرد آره هر دست همینو میگه آخه چرا منو نگاه میکنی نه من تعجب کردم یعنی من مطمئن بودم این چیزه شغال ببین اگر من تعجب اگر من قرار بود باشم خب اینجوری بودم واقعا تعجب کردم که درست سنم چون اصلا اطلاعات عمومی خیلی خوب نیست ولی شما هم خیلی کمک کردین یا من اکس 10 میلیون دیگه خب من دارم نگاه میکنم فکتا رو بر اساس اونا البته آره بیشتر ولی نه منم واقعا خب گوساله که آخه نبود من حرفاتونو دارم گوش میدم. سگ گرنم نمیخورد. اون نکته رو گفتین خیلی خوب بود. گفتین تاسمانی مشترکه یکی آره. از این خب دو تاس. خب اونی که چون تست خیلی زد. انقدر مکارانه بین شما نشسته آشه خیلی ساکتی ها. آره. جدی میگم. راست میگی. هنوزم پی نبردیم کیه؟ میدونید دوست داشته دلفین باشه؟ یک مرد فکر نکنم هیچ موقع دوست داشته باشه دلفین من دوست دارم دوست داشتم ارمایی باشم به یاد دوست دلفین یه خورده گزینه خانمانه آفرین نه ولی من بهترین حیوانم خرس قهوه‌ای من و یوسف صیادی همکار گلم همیشه صحبت می‌کنیم دوست داشتیم ارمایی باشیم آره ناتو پیدا شد ارمایی باشی آره چرا من و یوسف صیادی دو تا حیوان مشترک قرار می‌گیریم تو بازی‌هایی که به هم همیشه هم از اعتماد به هم نه ضربه نخوردیم خب خوبه پس منم این دفعه اعتماد کنم به شما
شما به من اعتماد کن. من نمیدونم. من به شما اعتماد کنم؟ اصلا 100%. 100%. منو میداری میگی؟ من ناتوام. تو میگید یوسف ناتوام. من ناتوام. آقا باشه. نه الان با این دلفینه یه خورده چیز شدم. آره منم اصلا از روی شما دوتا بودم. الان کشیدم. من دلفین دوست دارم. میگم کشیدم آقا. آره. میگم یکی از خانوما دوست داره دلفین. به نظر من تو که اصلا ناتو نمیخوره بهت باشه. ولی دلفینو میاد دوست داشته باشه. ناتو باشه. دعوایی. نمیدونم برق ساختمون رفته خب همه اینا خب ناتو نمیام که اینا رو بگم توی اون چیزا حداقل چیزایی که گمراه کننده میگم. چرا به آقای بنفشه خواه شک نمیکنی؟ من شک نمیکنم به آقای بنفشه خواه، ولی در یه رابطه دیگه شک میکنم. چون اگر من قرار بود دلفین دوست داشته باشم، خب برای ایرج میرزایی هم اینجا هست، قشنگ میشدم هم آدمی که کتاب ایشون رو میخونه. البته میتونه یه استراتژی باشه یوسف جان. میتونه یه استراتژی باشه. اتفاقا اومدی خیلی رک ممکنه گفته باشی که بعدش هم اینجوری توجیهش کنه. بله. یعنی ناتو بله. میتونه این کارو بکنه، ولی دلفین و یوسف ناتو حقایق رو میگه. آره دلفین به من میخوره که ناتو نباشه. یعنی هزار تا فکت الان وارد شده، ولی میشه دلفین هم دوست داشته باشه. دوستان همتون میدونید که توضیح داده شده بهتون، میتونید میدونید که حقایقی از خودتون رو اعلام کردید که اگه ناتو شدید از همونها استفاده بشه و اعلام بشه، و اینا میدونید که ضمن بازی ناتو میتونه همه رو منکر شه. بله اینم نه، ولی آخه من حیوانی دوست دارم که برنامه مثلا مثل گنجیش مثلا حالا مثلا یا یه چی میدونم لاکپو چه چیزی کوچولو از کجا معلوم بابا دلفینو بردارم مثلا جا کفشی خونم. بهترین حیوانه چیه اگه راست میگی؟ هر حیوانی که بشه انقدر تو انقدر جا بگیره. الان گنجیش واقعا بهتره. نه نه انقدر جا بگیره. خب مثلا چی؟ دلفینو من بیام بذارم تو جا کفشی خونه آقای بنفشه خواه کجا جا بدم تو خونه؟ نه نه ببین موضوع نگهداری اون حیوان نیست که خودت دوست داشتی اون باشی. دوست داشته خودش دوست داشته اگر حیوان میشد دلفین میشد. بله این به همه تون میاد. ببین ما تا آخر سدست همین وضعیت آره، داریم آره، آره. یعنی آره. تا آخر سدست همین وضعیت. سال چهار رو ببینیم. میگه 724 لیتر آب در چند بطری کوچک آب معدنی جا می شود. 1428 1224 1490 1448 1356 1448 نیست. خیلی واضحه 1448. چرا؟ بابا خب نگاه کن 724 تا پون تقسیم بر 5 باید. آره راست میگه راست میگه 1448 منم فکر میکنم نه من رو ریاضی دارم میگم، ولی اصلا ناتو اینا رو ندارم. بابا 724 لیتر آب بله. هر دو لیترش نه در واقع هر یه لیترش رو دو تا آب معدنی جا بله. میشه. بله 1400 تا دو تا 20 دو تا 24 تا میشه 724 تا چقدر 724 رو ضرب در دو. من اصلا به ناتو بودن و ناتو نبودن کاری ندارم. من به حسب ریاضی درست باید باشه. آره درسته چهاریه چهاره. از اولم گفتم که مخرج مشترکش نگاه بابا چهاره دیگه چهار یعنی شما گزینه چهار دیگه گزینه چهار روشن بشه. نه درسته نه ولی کلا اولین نفرم من گفتم ناتو هم نیستم ولی ریاضیم شما اعتباقا گفتی خیلی بهتر از شماست. به خاطر همین ما بلنشیم بگی نیم لیتر یک و نیم لیتر نیم لیتر یک و نیم لیتر. ولی اینو قبول داریم سر هم بگی که آقای سپر عقب ماشین جلویی خورد به سپر جلوی ماشین عقب آقای تیموری بدونی که حساب کنه هی الکی میگفت من اینو قبول دارم ولی کنارش 700 میشه 1400 متوجه اون شدین هم متوجه اگر من ناتو بودم من پرسیدم متوجه شدی محاسبه کردی تو واسه نه من تو ریاضی من ضعیفه. خب دیگه ما همین ما 700 میشه 1400 700 1400 24 میشه 48 یوسف جان همین الان مونش بگی نیم لیت یک نیم لیت نیم لیت یک نیم یوسف جان ما هم همین یوسف جان ما هم داریم همین رو میگیم. میگیم شما که میگی محاسبه ریاضی نکردی درسته؟ چرا یه دفعه در ضمن خوندن اول نفر گفتی درسته؟ شما گفتی قبلا ریاضی همینو داریم قویه. مام خب اگر من آدم ناتویی باشم چقدر باید ناتوی ناتویی باشم؟ پس شما بگو یک کنیم شما بگو چرا نباشی؟ چرا نباشی؟
شالا یکی میبینی ناتو ناشیه، یکی میبینی ناتو لاکرداریه. بله من فکر کنم یک کلمه دیگه میخوام. اونو شما فکر کردی رفقا. من میدونم اونه. یه موقع همینی یه سری لاکردار لاکی ناکیه. خیلی ناکی ناکس. دوستان یه منکس 10 میلیونی دیگه جمع کردی تا اینجا 30 میلیون تومن. دست بزنی برای خودمون. بزنید حالا دیگه. آفرین آفرین خوبی. فقط از اون موقع یعنی از این شادی رو من قبل از اتاق تهیه کننده دیدم و الان چون شد 30 میلیون. یعنی اون شادی که خب خوبی چه خبر فلان رفت اومد اینجوری بود تا الان 30 میلیون به هفت و دوباره رو همون حالا کیو پرسید از شما؟ کیو؟ حالا کیو پرسید؟ رضا با من بودی بابا خوبه من خاطره رو تعریف کن. ولی یوسف ناتو نیست بچه ها به نظرم. یوسف ناتو نیست. اگه ناتو بود الان بلند نمیشون راه برم. نه من هم نیستم. شما نیستم. من اصلا شما رو نمیشناسم. من هم ناتو. این مرد برای همین نمیتونم بفهمم. خیلی آدم سیاست نداری. رفقا. این یکی مشخصه ناتو مربوط به حرفمون میشه. همه خب تو این حرفه هستیم. یه بار یه کارگردانی به ناتو این بازی گفته که اگه بخوای فلان نقشو میخوای فلان نقشو بدم باید 40 کیلومتر بدوی. خب اینو با یه خانوم نمیگم. من دوباره از خانوما کشیدم. فکت درستیه. کی میخواد بگه اینو آدم خدافظی میکنه میاد بیرون. نه اتفاقا اون خوشش میاد. حالا جالبش میدونی چیه؟ قبول کرده. ناتو این بازی قبول کرده 40 کیلومتر دویده و نقشو گرفته. شما بازیگری رو خیلی جدی میگیری. و قابل احترام این روحیه. ولی به من میاد 40 کیلومتر دویده باشم؟ بله. آره بله چرا که نه؟ اون کارگردانم میدونم کی بوده. پدر محترمشون. خودشه. ناتو خودشه. بله. بله. من 40 کیلومتر دویدم 40 کیلو خوشحاله. شرط میادم کارگردانم باباشون بوده. چرا به یه خانوم نمیاد 40 کیلومتر بده؟ نمی کنن. نه آخه به کارگردان به یه خانوم بگه 40 کیلومتر بدو. سوال بعد میگه که چه حیوانی برای محافظت از تاج و تخت در برج لندن نگهداری میشود؟ اون ماره که توی رابین هود. 1 شیر. 2 تمساح. چه سوال جالبی. 3 کلاغ. 4 اسب. 5 عقاب. جواب داری؟ نظر عقاب و کلاغ الاغ. الاغ نداره اصلا تو بازی. کلاغ. من یاد یه چیزی افتادم بگم. توی سریال گیم آف ترونز خیلی هی سمبول کلاغ رو میدیدیم. من اینو کاملا میدونم. کامل یعنی قشنگ میدونستم کلاغ. چرا میدونستی؟ میدونستم از کجا؟ من گفتم به خاطر اینکه من خب خواهرم اینو برام توضیح نمیدونم شنیده بودم کلاغه. من میگم توی سریال گیم آف ترونز همش صدای کلاغ و به جون خودم خب من خب خواهرم نه خیلی لندن زندگی میکنم چرا ولی خربوزه خواست قشنگ اخلاقش اینه. من خیلی چیزایی که من دوست دارم اسبه. نه آخه میگه تو برج لندن. آها دیگه چون برج اسب فقط نماد بیشتر. ولی فلسفه اگه کلاغ باشه فلسفه آخه شیه پادشاهیش اینو دائم اونجا میری همش با اسب دارن البته تو برج. شما میگی کلاغ. من میگم کلاغ. مطمئن شما کی میگی؟ خوب بود. برای بگی. حفاظت از تاج و تخت کلاغ وایسا. حفاظت از تو چی میگی از تاج و تخت؟ ایشون اشاره خیلی خوبی کرد. ولی من میدونم کلاغه. اگر رضا ندونه کلاغه خدای نکنه فکر نکنی اولاغه. به هر حال نمیدونه همکار محترمم. تبشرم داری یا ناتو؟ این یعنی که ناتو نیست. ببین کمکمون نمی‌کنی ما از رضا. کمک می‌خواید واقعا؟ کمک من از رضا هست. بین شیر و کلاغ و عقاب مثلا آقا گفتن کلاغ دیگه. کمک بچا کمکمون بکنه. معلوم کردید بین چی و چی می‌خواید؟ حزم داشته باشی. جان کلاغ مطمئنه. من کلاغو مطمئنه. مطمئنید که دیگه چالش برای چی می‌خواید؟ نه نمی‌خوایم ببخشید. اجبار روی کلاغ. کلاغ روشن میشه.
روشن شد. آفرین آقا، یه منکس 10 میلیونی دیگه 40 میلیون تومن تا اینجا جمع کردین. نصف ناتو میشه باز بگو رفیقت بده 40 میلیون برای جمع کرد. بر اساس افسانه ها حداقل باید 6 تا کلاغ تو برج باشه. خب دلیلش چیه؟ کلاغ خوششانس میاره؟ دلیلش که شما گفتی گیم آف ترونز. خب دلیلش رو نمیدونستم ولی تو سریال دیدم. خدایی که ناتو خیلی خوب میدونه. گول نخوری. حالا من با رضا واقعا توی شوخی انداختیم که برنامه با نمک شه، ولی واقعیت قضیه چیز دیگه است. آخه کلاغ مگه جواهر و اینا نمیدزده؟ به هر حال ببین چیز براقی رو میدزده. من میگم فیلمای ترسناکم نقش مهم میبازه. سمبل خرافه است، افسانه است، هرچی هست. معتقدن که 6 تا کلاغ باید باشه که برج فرو نریزه. نه نه نه، اتفاقا چون بگم انگلیسی‌ها خیلی خسیسن، کلاغا رو جمع می‌کنن اونجا که چیزاشون ندوزن، نگهبانی کنن. اگر می‌دوزن هم بعد عمرش هم درازه. شاید دلیلش اینه، عمر کلاغ خیلی درازه. ولی من ناتو رو پیدا کردم. ناتو رو پیدا کردم. چیه بگو؟ چیه بگو؟ راست میگی؟ همون که از اول گفتی؟ نه نه من باش شما اینجوری بگو. یوسف نات اجار همه هر کی یک من می‌خواستم چرخ ببین خود ممرزانی همه اینجوری همه رو به هم ممرزان ناتو که ممکنه من ناتو باشم. آره. من اونو حدس درستی ندارم. پس ناتو منو نگه میداره تو بازی که شک و برسه ولی من. صادقانه من نیستم. 40 کیلومتر به دو هم دوستان کاغذ ها رو بردارید. شمایی که ناتو نیستید حدستون رو می نویسید که این حدس اولتون مهم هم هست، میتونه در برنده شدن جایزه اصلی شما رو شریک کنه. اپلیکیشن 724 یه سرویس جدید داره به اسم سامانه اعتبار سنجی. وقتی که شما میخواید وام دریافت کنید، حالا از هر بانکی، بانک باید بدون شما آدم خوش حسابی هستی یا نه دیگه، که هستید بر منکرش لعنت. اما برای اینکه خودتونم بتونید استعلام خوش حسابیتون رو داشته باشید، میتونید از طریق سرویس اعتبار سنجی اپلیکیشن 724 اون کار رو انجام بدید. خیلی راحت. ویژگی‌هاش یادتون اومد چیا بود؟ بله. بله. لامپ اومده عوض بکنه، کل برق ساختمون رفته. آچار به دست نیست. 40 کیلومتر دویده. دوایی کتک می‌خوره. دلفین دوست داشته دلفین باشه. دلفین دوست نه اره ماهی. آره دیگه. دلفین و اره ماهی با هم دوست داشته. و بیژن بنفشه خوارم هضم میشه.
جدی میگی؟ حذف شدم؟ حذف شدم؟ بله رضا، رضا، رضا متاسفم برات، واقعا متاسفم. دیدین من نبودم؟ آره دیدم دیگه به شما اجازه. دقیقاً یاد اون سال افتادم. آره اونجا با ما باشی. یاد اون سال افتادم که بدون خداحافظی رفتی. نه توی از اونجا همچنان دنبال میکنه. بله برای من بیژن گزینه ناتویی نبود انصافا. نه نبود بیژن اصلا. بگم برای منم نبود. بیژن بنفشه خار رو حذف میکنی؟ کی هستی؟ من اگه ناتو بودم هیچ وقت بادوم رو کیش پیش نمیخوردم. نیست. آفرین. خیلی دلیل من ناتو خیلی میدونی اصلا بخت نمیکنن. قبل فکر کنه. خب این ناتو که تو بچگی غاز گازش گرفته. کجاشو نشیمنگاشو. برای همین هم دیگه همیشه از غاز و پرنده ها میترسه. شمال هم زیاد میرفتن. بله دیگه بله. با اجازه خانم ها من دیدم اون تیکه که گاز گرفتن. دیدی؟ بالای سفید جون از پشت. سفید جون چه میگه؟ این سفید جون پشتش خودش هم نشون. این به کی میخوره؟ من نمیتونم اسمشو بگم ولی اینجوریه. ببین گاز گاز گرفته، گاز گاز گرفته، گاز گاز گرفته، دایی چاق چای داغ قوری قلگار مزی قوری قلگار مزی. سوال بخونیم. یه ویژگی دیگه دونستیم. امپراتوری روم چندمین امپراتوری بزرگ تاریخ است؟ اولین، سومین، هشتمین، یازدهمین و بیست و ششمین. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازدهمین. آخه عددا یهو اولین داریم یهو بیست و ششمین هم داریم، خیلی فاصله. آقا من میگم یا گزینه چهار یا گزینه آقا راجع به امپراتوری روم چهار. خودش خیلی بزرگ بود قبل از اون. چه امپراتوری؟ امپراتوری سوم. چی؟ جوابه؟ بعد میشه هشتم. جوابه؟ نه واسه نظرت اینه که سومینه؟ نه من همون چهارم. بالاخره ناتو الان باید کمک کنه دیگه. آره دیگه. نظر بدید. شما بگو. من نمیدونم بین پنج رو حذف میکنم. بیست و ششمین رو که حذف میکنم. آقا میشه برام یه گزینه حذف کنی؟ آره یه دونه حذف کنی. همین رو که گفت بهش شک کردم. بین یک و دو یکی رو حذف کنیم. بین یک و دو حذف کنیم. موافقین؟ نه ببین آقای داوود نژاد میگه بین کدوم و کدوم. بین یک و چهار. من میگم تو رو از رو زمین حذف کنم. همینو میخواستم بشنم. آخ عزیزم. بین چند و چند حذف کنی؟ خب بین چهار رو احتمال بیشتر روی یک یا دو. خب با دو تا به انتخاب کنیم یکشو حذف کنه. بذار آقای داوود نژاد انتخاب کنه. من نمیدونم شما. منم میخوام ببینم آقای داوود نژاد چی انتخاب میکنه. شاید هم ما ستا یه دفعه بخواهم ببینیم شما چیه انتخاب میکنید. آخه اعتماد داره بهتون. گجاتون بلند شدین. مگس اون بر پر بزنه من میفهمم چه برسه شما. اجماع. خب اجماع. یه دونه رو حذف کنی. یه دونه رو حذف کنی. بین کدوم و کدوم؟ بین چهار و نمیدونم. چهار و چی؟ من خیلی فقط اینو میدونم ناتو خیلی داره تابلو بازی میکنه. بین یک و دو یا یک و چهار؟ نه چهار توش باشه. به آقا بین من و آقای داوود نژاد و آقای بنفشه‌خوار سه تایی ما هم نگاه کنیم. خب هر کی خیلی بیشتر هر کی کمتر خندید اون ناتوه. خب آقای بنفشه‌خوار که زودتر از همه میخنده. میدونم شما هم که میخندین. خب نخندتون ایشونه. نخندتون. خب به هر حال میتونید بازی کنید دیگه بخندید. اتفاقا بیایم اگه نخندیدین گزینه حذف کنم برات. چالش چالش
سختی گذاشتی، خودش اولین نفر. آقا ما با هم کار میکردیم، برداشتامون واقعا زیر 20 برداشت نبود. بس میخندیم با امیر جعفری یه سریال داریم کامل، امیر بالا رو نگاه میکرد وقتی میخواست من رو ببینه. چرا اسمم صمد بود تو اون کار، میگفت صمد برای چی این کارو میکنی بالا رو نگاه میکنی؟ پس کدوم گزینه رو حذف میکنید؟ یکو براتون حذف میکنم، ادامه بدید. اجماع بدید. اجماع آقا یه چهار یا آقا یه چهار یا سه، بین یک و سه. آقا من بگید نظرم بگم بین سه و چهار حذف نکنید دیگه، باید اجماع کنید بین سه و چهار. آره چون امپراتوری سومی رو آقا همه رو داره میگه چهار. گفت چهار دیگه. گفت چهار دیگه. چهار رو گفتم ولی الان داره میگه بین سه و چهار، چون بین سه و چهار. یازده زیاد میشه. چی از تاریخ تو میدونی که بین سه و چهار؟ سومی گزینه دو، سومی امپراتوری روم رفیقای با بزرگم اینا بود. تو بی شوت تو اینو میدونی؟ سر کوچه‌مون میشه آریا شهر. چه داره؟ یه جوری گزینه ها رو میگه دو تا کلمه تاریخ نمیدونه. الان شما عجیب همه رو درست جواب داده تا حالا. قبول داری؟ حتی اون ببر تاس. بله. من دارم میگم بین سه و چهار. دیگه بگو کدوم دیگه. واقعا سومی نیست. 26 میگم پرته. دارم میگم بین بین گزینه سه. یعنی یا هشتمی بوده یا یازدهمی بوده. آقای داوود نژاد شما بین 8 تا 11 نظر من هیچ شناختی نه این نیستم که الکی چرت و پرت. نه خیر، برای اینکه احتمالا یا من بهش کمک رسوندم ناخودآگاه. شما برسید. هیچی نمیگه. به نظر منم همونه. من میگم 4. منم فکر می‌کنم گزینه 4 روشن شد. اصلا فکرشو نمی کردیم میشه از همچی چیزی؟ این همه امپراتوری اومده قبله؟ من فکرم سومیه. نه اصلا رضا از اوله این سوال شبیه 26 شده بود قیافش، همیشه شبیه 5 برعکسه، 5 بدخط برعکسه. ببین چقدر حرفه‌ای میگفت گزینه 5 اصلا نیست گزینه. آره. 5 یعنی میخوای بگی که خودشه که من بین واقعا بین شما دو نفر شک دارم. پس الان چرا کمک نکردم؟ یه جوری حداقل تو بین ما دو نفر شک داری. من بین خودم هم شک دارم. بین خودت؟ یعنی خودم با خودم. آخه اینجا دوتا یوسف نوشته بود. بین این دوتا برگه هم شک دارم. اصلا نمیدونم واقعا یکی تو این دور زمان به کی میشه اعتماد کرد؟ خوب شد شما رفتی واقعا. مشخصه بعدش میدید چیه؟ آب از ماس میکشه بیرون. به خاطر شوخی کردن با یه نفر 3 روز بازداشت شده. اینجا دیگه کار سخت. من ببین 3 روز بازداشت که هیچی، دادگاهی هم شدم. فقط خندم گیره. بله بله آقای داوود نژاد. نه ولی من به شما هم شک دارم. دیگه من شک ندارم. ببین من اگر آخه شمایی که همش داری شوخی بابا من کله عکاسمون رو من یادمه که ادکلون زدم بعد تندک زدم یا حاله آبی افتاد خاموش کردم. بچه بودم موقع خودشم تنش میخارید. بعد کلی همه عذرخواهی کردم ازش ولی کار به هیچ جا نکشید. ولی یه بارم از طرف یکی از دوستان کار به دادگاه داشت میکشید. ولی 3 روز بازداشت یادم نمیاد. آقا این همه اکشن به من میخوره؟ دعوایی باشم شوخی کنم برم بازداشتگاه؟ شوخی به تو نمیخوره واقعا؟ به خاطر یه شوخی کار به بازداشتگاه کشیده. این خیلی آدم خب هم دیگه این فقط یوسفه. یه خونه داشت ما گذاشته بودیم اسمشو گلکده. یه گلکده رو به هم میریزی تو. حتی دلفین هم بهش میخورد تو ذهنمه هنوز. به من؟ آره دوست داشته باشی دلفین باشی پره این بر اون بر ثابت. دلفین دخترونه است. دختر پسر نداره؟ دلفین نر نداری؟ دلفین نر داری؟ اون علاقه است که رفتی به نر ماده داره. نه اگه اینجوری پاها دلفین ماده دوست دارم. دارم میگم میخوره که علاقه مندیش به دلفین باشه. نه میگم یعنی منظورم حالا نر ماده چون گوش میکنه. سوال بعد. مصریان باستان در سوگ کدام یک از گزینه های زیر ابروهای خود را میتراشیدن؟ یعنی مرداشونه؟ مصریان باستان مرداشون با حیا نمیکردن اینا؟ همسرانشان، گربه هایشان، سگ هایشان، برده های خاصشان، بز هایشان. من فکر نمی کنم بر بردهشون این کنم. همسران به نظرم نمی خوره. سگ هاشون هم معقول ترین همسرانه پس حتما اون نیست. معقول ترین بز هاست. من فکر کنم دو تا گزینه است. همسرانشون با برده هایشان. میاو.
گربه هست. میگه گربه هایش. گربه هایی. یا همسرانشون با برده هایشون. آقا میشه بین گربه ها و بزها های کدوم رو حذف کنید؟ ما همگی موافقید؟ گربه هایشان؟ بین بز و گربه. بله بین بز و گربه. گربه آسونه ولی صدای بز رو باید همه تون درارید یک گزینه حذف کنن. این بز بود یا گوسفند؟ چهار بار در آورد دیگه به جای همه اون در آورد. دیگه. چرا به جای تو میخوای در بیارم؟ خب بیاین. خب به جای منم چه خبر جنس منم بوز خنده همه تونو کشید باید حذف کنم آفر همین بوزها رو حذف میکنم ای بابا این همه عداش اینه داره بود خب دیگه خب باش جایزش این شد که بدونید این جواب درست نیست فکر میکنم به خاطر همسر اگه میزدن تو این کتابای تاریخی که من خوندم میومد میو یه فرصت کوچولو دارید به اجماع برسید. از اون دنیا دارن به ما میگن گربه. اجماعشی شد. اجماع رو بفرمایید. گربه. آقا گربه های همه با هم اجماعاً گربه. گربه هایشان روشن شد. سبزم شد. حالا اینجا رو که باید جواب بده سکوت کرد ما کمک کردیم بهش آفرین خب یه منکس 10 میلیون تومانی دیگه چند میلیون شد؟ اینا داره برای ناتو جمع میشه یا بقیه؟ یا بقیه دوستان تا اینجا 50 میلیون جمع کرد مگه به همه بقیه میرسه؟ تقسیم یا فقط به اون دو اگر ناتو به بازه به همه میرسه؟ به باقی مانده هایی که توی بازی هن حذف شدن و حذف شده هایی که حدث اولشون درست بوده یعنی به من هم هیچی نمیرسه چرا دیگه؟ چرا بیا؟ تو باید اگه حدث اول تو درست نمشته باشی ثبت شده دیگه هست کیو هست؟ من که دیدی من تو که همش با هم دیگه هر چی من داشته باشم مال توه آقا این چیز جالبی داره ناتو این بازی و اون اینه که از نوشتن با مداد متنفره یعنی با خودکار فقط می‌نویسه با خودکار اوکیه با هر چیز دیگه ای به غیر از مداد اوکیه با مداد نوشتن اذیتش میکنه فکر کنم صدای افکت مداد میره روی مخش پس قاعدتا روی صداها حساسه تو روی صداها حساسی الان چون اون نیست من خودم اینجوری هم مثلا با شوق تای قابلمه اون میده براش مینویسن نمینویسه حالا شاید گاهی بنویسه گاهی موقع مینوشته واقعا این مشخص شما از این چیزا داری من مثلا قاشق ته قابلمه کشیده میشه یا گوشت تن آدم میریزه من دوست دارم این صدا رو ایجاد کنم ولی بعدم نمیاد حالا هر صدایی ناهنجاره صدای مداد رو کاغذ چی خیلی خوشم میاد افکت مداد روی کاغذ من اصلا بدون مداد نمیتونم هیچ کاری من ولی خودم به شخصه صدای نفق گچ روی تخته بدنم میشه صداشو دراری اون چه گچی بوده باشه مخصوصا وقتی اگه قرار باشه مثلا من درسمو مثلا ضعیف بوده باشم بعد زنگ تفریح معلم بگه تو بمون و اون صدای بیاد خب منو اون این فقط معلم چه فکری میکنه اونی که تو داری میگی ببین آخه کدوم گچی رو تختم الان که دیگه اصلا گچ نیست مگه گچ هست با ماژیک خب اون موقعی که گچ بود ما مال الان نیستیم الان هاش ایناش گچ تخت ما الان مال مصر باستانیم من الان نیستیم ما در حال زغال و خط چرا میخیو چرا نمیشه فهمید به کدومتون میخوره خیلی سخته خیلی سخته شما خودتون خودم هی فکر میکنم یوسفه ممکن منم اشتباه میکنم الان منم قطعا اون یه چیزی میدونه که میگه ولی شما خودتون بزنید یه جور داره فرافکن بازی میکنه حتی شما دارم هی فکر میکنم نمیدونم اصلا واقعا موندیم توی الان نه واقعا که من اینجوری من خود عاشق صدای ناهنجارم حالا غیر از نفخ ناهنجار مثلا چه صدایی داریم که خوب باشه خوشت بیاد ببینید واقعیت رو بگم مثلا من صدای بریدن هندونه خوشم میاد خب من دوست دارم دست جمعی صدای افکت ها یه موقع اشتباه نشه بیادمی نشه صدای افکت نفخ رو بشنویم و بخندیم چون میگه خنده درمان هر درد آقا نمیدونیم چرا اجازه میدی چشم سوال بعدی اگه تو ناتو نیستی همین الان یه نفخ کن برامون
کدام پادشاه ایرانی فکر از شنیدن صدای رعد و برق غالب تویی میکرد؟ یک، ناصرالدین شاه. دو، احمد شاه. سه، مظفرالدین شاه. چهار، فتح علی شاه. پنج، خشایار شاه. اینا تقریبا همشون آدم های با جرأتی بودن. زلفعلی شاه اون نمیخوای اضافه کنی بهشون اون بتن. من فکر کنم ناصرالدین شاه که اصلا نیست. باید به مقررشون هم فکر کنیم که رعد و برق چجوری بوده. شما نظر چیه؟ بوده یا نه؟ ببینیم مقررشون کجا بوده که چقدر رعد و برق اونجا میومده. یه جایی مظفرالدین شاه بوده که مریض احوال بوده. مقررش کجا بوده؟ آره. آره. بله. من فکر میکنم شاید مثلا اون میتونه حساس باشه رو صدا چون مریض احوال بوده کلا. کلا غالب تویی میکرد صدا رعد و برق میومده. من اینو فقط میدونم میگم به محلش هم فکر کنین کمک میکنه بهتون. چرا تاج و تخت؟ خب رعد و برق شدید حتما میزاده، یه منطقه‌ای بوده که نمیاد یه رعد و برق نفت. محلش یعنی منظورت کجاست؟ پادشاهی ایران. ایران میدونم میگم خب همون خاک هر جایی بوده. هر جایی بوده. یه لا رفیق عشق هر وقت رفت. آره. آقا مقر یه دونه از اینا رو تو به من بگو. من دارم میگم شما بگی. مقر یه دونه شونو تو به من بگو. احمد شاه شرک غرب. بغل ایران زمین. خب بچه نظرتون چیه؟ شما چی میگین؟ من حدسمو گفتم نمیدونم. اونی که دورش کوتاه‌تر بوده. چون وقتی یارو اینجوری چیز باشه مطمئنش سریع هم کدومشون دورشون کوتاه‌تر بوده؟ خب من دارم گزینه میدم بهتون دیگه. کدوم دورش کوتاه‌تر بوده؟ احمد شاه. احمد شاه، احمد شاه. دوره کوتاه‌تر. کسی که بخواد با رعد و برق بترسه با صدای ببخشید نفقا میترسه. والا اصلا نباید شاه، اصلا نباید ازش تو تاریخ می آوردن. با اون کوتاه‌تر است. 100% هم 6 ماه بیشتر پادشاه نبوده. احمد شاه همونی که اول تو قم بودن. من میگم بیایم بین دو و سه یه دونه رو برام حذف کنیم. موافقم. موافقین؟ دو و سه یه دونه رو حذف. یه حذف که میگم تو چالش ها شرکت نمی کنید. حذف چرا شرکت کردید؟ نه یه نفر داره جور میکشه. 5. من گزینه 5. اجماع کنید. 5. اجماعاً 5. چطور یهو رفتی رو خشایارشا؟ تو که سوال کردی احمد شاه آها احمد شاه دورش کوتاه بوده. ببخش. آره دیگه. دو عذر میخوام. من حواسم به غلطات بین دو سه میشه یه دونه رو حذف کنی. دو میخوای ردگم کنی بری؟ دوه. بین دو سه. آره یه دونه حذف. حذفاتون تموم شد آخه. حالا یه دونه. چی بهشون بدیم؟ چه چالشی بهشون بدیم؟ به یوسف یه چالش. نه دیگه اصلا باید یه چالشی بدم یوسف توش مشارکت نکنه. آره اصلا مگه میشه چالشی باشه که توش یوسف بتیموری؟ والا من چالش دونم دیگه درد گرفتم به شما کمک رسوندم. من که میگم احمد شاه. میسوزه حالا سواله. رضا دو یا سه؟ رضا پول چرا برات مهمه؟ بگو دیگه تو ناتوری. من فکر کنم سه. منم میگم سه. منم میگم آقا سه نفر سه بودید. سه نفر الان سه داریم اجماع میشه دیگه. گزینه سه بله من دورم مظفرالدین شاه روشن شد. آفرین اول من گفتم مریض بود. بله اول شما گفتی. ببین اگه ناتو باشم که اینقدر بولد کمک نمی کنم به جواب سوالا. نه وقتی هم که میبینه به نفعشه سکوت میکنه. ببین قشنگ خوبیش اینه که خیلی خوب تابلو بازی میکنه. ولی مظفرالدین شاه رعد و برق میترسیم. مریض بوده خب چون نداشته. من فکر کنم ورزش باستانی کار میکرد. بابا لاجون 10 میلیون دیگه. الان چقدر شده اونجا؟ یه منکس دیگه اومد اینجا شد. ده، بیست، سی، چل، پنجاه، شصت میلیون تومن. بس سته دیگه جمعش کن بره دیگه بگو ناتو هم دیگه. پاکتاتونو برده. هر خرید شارژ و اینترنت و هر پرداخت قبض و اصلا هر تراکنشی که توی اپلیکیشن 724 انجام میدید شما رو به بردن
240 میلیون تومان جایزه جشنواره بزرگ نزدیک میکنه. امتیازتونو بیشتر و شانستونم بیشتر میکنه. 7 نفر برنده 240 میلیون تومان میشن. تأکید میکنم 7 تا 240 میلیون تومان ها، یعنی نفری 240 میلیون تومان. رضا نظرت چیه؟ نظرم اینه که کاش اونجا شرکت کرده بودم، الان شانس برنده شدن داشتم، ولی اینجا پیش یوسف نبودم. برای هفته بعد حدس بزن، برو تراکنش کن، ناتو حدس بزن، بیا کاری بکن. من نوشتم ولی این برشون نشون میدم. با تشکر از دست رفتگان، بیژن عزیز. خب بیژن کی حذف میشه؟ ای خدا. وایستا کی حذف میشه؟ یوسف. یوسف مطمئن باش یوسف حذف نمیشه. یوسف خودش گزینه ناتوئیه. چجوری حذف میشه؟ بعیدم نیست، حالا نمیدونیم که. یعنی یوسف فقط یه دونه سوالو جواب نداد. واقعا من شما دو تا شک دارم. به منم شک داری؟ برایش که نداشته باشم، یه جوری میگه انگار دیدی برگم. آخه نقطه اشتراک داریم. کی حذف بشه خیلی تعجب میکنید. من حذف میشم. من که حتما هستم. من رضا. منم فکر میکنم من هستم. نه من مطمئنم من هستم. رضا اگه حذف شه من خیلی تعجب میکنم. آره من اگه رضا حذف شه خیلی تعجب میکنم. منم به مغز تو تعجب، یعنی از آیکیو تو. من اگر رضا حذف شه اصلا تو بیژن حذف شده بود تعجب کردی؟ اصلا. خب به نظرتون کی حذف شده؟ نیستی دیگه، اومد اینجا محمد. وای یا اون یا من. ولی تعجبم یوسفه. تیموری گفتم اگه حذف بشه منو حذف نمیشه. خانم یوسفی حذف میشه. بارکلا من حذف کردم. یکی از شما سه تا ایشون رو حذف کردیم. به افتخار ایشون دست بزنید. مرسی بچه ها، ناتو رو پیدا کنید. صداقت من. اونجا با ما همراه باشید. خب یه مشخصه بگیم. همون چیزی که میترسیدم سرم. ناتو این بازی بله همه جاش شکسته، خیلی جاهای بدنش شکسته، دستاش شکسته، پاهاش شکسته، سرش شکسته. خب حتی جاهایی که مثلا قزروفیه مثل گوش و بینی و اینا یا نه؟ اون که 100% من فقط به این واقعا ولی من چرا پس اصلا نمیتونم بگم گفتم همه جای بدن شکسته، حتی جاهایی که قزروفیه مثل بینی مثل گوش. من الان به خود تو خیلی بیشتر شک دارم. من به تو گفتم به من اعتماد کن. ببین من بیشک گفتم به من اعتماد کن. من بیشک به ایشون شک دارم. یوسف راستشو بگو دیگه، هستی یا نه حوصله نداری بگو. نمیدونم واقعا. بگو. من ناتون نیستم واقعا. سوال میکنی؟ سوال. چارلی چاپلین در مسابقه ای، در واقع مسابقه یه چیز بوده دیگه، بیشترین شباهت به چاپلین، در مسابقه بیشترین شباهت به چاپلین شرکت کرد. او در این مسابقه چه رتبه ای کسب کرد؟ اول، سوم، بیستم، بیست و سوم، دهم. خودش چندم شده؟ سوم. گزینه دو درسته. بیاین بالاتر بچه‌ها. احتمال به نظر منطقی میاد که خیلی باید آره بیشترین باشه. به نظر منم بیشتره. گزینه دوم درسته. یعنی سوم شده خودش؟ بله بله. میدونی؟ جز معلوماتته؟ خیلی دلی دارم میگم. چون چاپینو با روحیاش میشناسم. خانم مهرابی من فهم کنم باید یه عدد خیلی بالا باشه که یه چیزه نه دیگه نمیان اون قدم بهش بی احترامی کنن. فکر نمی کنم.
نمیدونستم که آقای داوود نژاد چرا نمیگی؟ من میگم 23 ما هی داریم کمک میکنیم که نفهمن، حداقل بیننده ها نفهمن تو ناتو. میدونید در یه صورت اگه ناتو برنده هم بشه پولی گیرش نمیاد و اون صورت چیه؟ اگه کمک نکنه. اگه کمک نکرده باشه باید دست کم 4 5 تا الان مود بده ناتو کمک کرده کمک نکرده. اگر که توی من این همه کمک کردم تاسمانی نمیدونم یعنی ناتو هستی؟ نه ولی میگم کمک کردم. همین باعث میگه بفهمی که ناتو نیستم. یکی از شما سه تا مطمئنن میدونه. ناتو سه الکی داره رضا هیچ کمکی نکه اگه جایی آچمز شد داوود نژاد دیگه ترسید ای ماست نشسته اصلا که حدس منی که ناتو نبودم حدس میزدم فکر میکردم من بین 23 و 10 موندم 23 و 10 شما من فهم کنم مثلا من بین 23 و 20 میخواستم بگم ولی من بین 3 و 10 ستاتون 10 مشترک دارید 3 و 10 10 مشترک دارین 10 اصلا من بهش فکر نکرده بودم رضا یه دفعه گفت ببین یکی زن سمبولیک بوده یا 3 یا 10 راست میگی شما به 10 اشاره نکردید نه دو تاتون بین دو نفر به 10 فکر کردم گزینه مشکوکتون 10 ببخشید آره. نیم روخم بهتون خب اگر اینه پس مخرج مشترکشون میشه 10 دیگه اجماع روی 10 10 سفید بشه 20 فکر کن چاپلین تو مسابقه که من گفتم اداشو در می آوردن خودش 20 شده چقدر شبیه به خودش بیشتر بودن اونا ولی واقعا ناتو داره خوب بازی میکنه به هر حال ناتو دیگه باید ناتو بازی در بیاره واقعا من به تو اصلا شک ندارم خصوصا سر این دهم من به شما نمیگم گزینه 3 و 4 آقای تیموری بله ولی دیر شده بود 3 و 4 سفیدو زدن که زغالیش بمونه به سیاهیش بمونه به زغال دیگه زده بود البته اینم ممکنه یه چیزی باشه که یوسف مثلا الکی یه دفعه دهمو با رضا همراه شد نه من به اون هیچ وقت همراهی نمی‌کنم. خواهش می‌کنم به من 10 بار پشت سرم بگو ناتو 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 ناتو. آقا ولی نگو با من همراهی. یه دونه دیگه از مشخصهای ناتو. ناتو این بازی دوران دبیرستان رفیقش مناسبه بره مسافرت میره رضایت پدر مادرم میگیره برای مدرسه بله. میاد به ناتو بازی میگه که این رضایت رو گرفتم. ناتو بازی بهش پیشنهاد می‌کنه که نمی‌خواد اینو ببری. به مسئولین مدرسه بدی اینا سسول بازیه اون کارا چیه اونم گوش میکنه بدون اطلاع میره این دو شیطنت های بچگی دو روز بعد که نمیاد آقای تیموری اعلامیه اون بنده خدا رو میگه چاپ میکنن و همه هم میگه که طرف فوت شده مجلس ختم برگزار میشه من میگم یوسف سیادی رو که گفتیم همه معلم‌ها میرن مسجد میرن ختم نه این دیگه اینو دارم واقعا میگم من شک ندارم ببین شک ندارم ولی اینا به یوسف میخوره اون مخصوصا گفته به نظر من یوسف این کارو با یوسف سیادی کرده بود دیگه آره میدونم آره. همه این کارهایی که من کردم خب همین یه دونه منو دیگه برد سمت اصلا این فکر نکن من یوسف سیادی 100 نفر من باهاش این کارو کردم خب یعنی اصلا شک نکردم کردم. شک. من کاری که کرده باشم و نمیام بگم مطمئن باش ولی این ناتو ما آقای بلمش خواه شما هم گوش بدین ناتو ما برنگشت که بگه که یه بار رفته بود قبرس کلیدش رو داده بود به یکی از دوستاش اون دوستش خونش رو اجاره داد یه ما بعد اومدید مستجر البته به رضا کی بودا اینا کی هند خونه من
البته نه برای پولش اجاره بدم، ولی خب مستأجر چقدرم شاکی شدن، حداقل سر موعد می اومدی. چون از کسی هم که ظاهرشون آرومه اتفاقا آدم باید بیشتر هم بترسه. آقا این اصلا مشخصه کامل یوسفه. نمیشه من برم آقای بنفشه خواه بیاد بشینه اینجا جای من؟ اصلا این ناتو زیر کاهه. کلام آخر. نه نه بازم ادامه بدیم. ناتو. یه چیز دیگه هم از ناتو بگی. آخه چقدر شبیه همه آخه همه چیزاشون. الان یه سوال دیگه بخونیم. من میگم ایشون هست ناتو، چون خیلی میخواد نشون نده گردنشو تا ته برده تو ناتو تو 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 ناتو. درگیری نمی کنیم دیگه. سوال داریم هنوز. آخرین سوالتون مونده. آناتیدافوبیا به چه معناست؟ یک، اشک حراسی. دو، خرگوش حراسی. سه، اردک حراسی. چهار، کلاغ حراسی. پنج، شغال حراسی. فکر کنم این مریضی رو من دارم، چون دو به شک به جای اشک حراسی دو به شک حراسی هم دو به شک. ولی اشک حراسی که میشه همون خر حراسی. به چه زبونی آناتیدا؟ حتی جسارتن هم ببخشید منظورم بیماری که خودم از شما توقع دیگه نه. نه نه به خدا نه، منظورم که دو به شک حراسی. میدونم معنیش الان گفتم. تو فقط راستشو به من بگو. واقعا راستش میگی؟ نمیگی آخه. یه طوری بگو من یه با هم نگاش کن. به سوال دقت کن. آه با راست میگم. آه بیا با اونو نگاه کنیم. ببخش میشه عکس رضا رو بندازی اون رو نگاه کن. فکر نمی کنم اشک، یعنی ممکنه واقعا نه. از اون یکی اسم من فکر میکنم چهار. بابا یه چیزی درست بگو دیگه این دفعه. بابا واقعا حسم میگه چهار. آخه شغالا همه میترسن، اردک هم خیلی ترسناک نیست، خرگوش هم ترسناک، اشک هم برای خندشه، کلاغ حراسی. کلاغ واقعا یه ذره مخوفه. از یعنی دو تا سوال کلاغ باشه جوابش. آره چه ایرادی داره؟ پشت صحنه هم همینو، یعنی از رفتگان میخوام برم دفتر تهیه کننده بپرسم یا سه یا چهار، بعد اونجوری بیام بیرون. نه نمیشه که این یه دونه رو شما حذف کنیم بین سه و چهار یکیشو. اگر یوسف عده شما در بین سه و چهار، من میگم بین یک و پنج حذفش کنم. بابا یک که نیست دیوانه. خودت الان گفتی نیست. میگم بین یک و پنج یکیشو حذف کنم. خب یک و یکیشو مطمئنی نیست، برای چی حذف شه؟ آها چهار و پنج. چهار و پنج. من و خانم مهرابی به عنوان شرکت کننده و آقای داوود نژاد به عنوان ناتو میگیم پنج هست. ما هم به عنوان مرده ها میگیم بین سه و چهار. بذار خود ناتو ببینیم چی میگه. تو ازم نظر چی؟ به نظر بین سه و چهار حذف کنیم. به خدا نمیدونم. به هر حال یک کدومتون باید ادای من رو در بیارید. بابا نمیتونم واقعا، خیلی سخته. این صد تا هنجره داره خودش. خب منم هر چون میدونه منم ادا در میارم، ولی این قابلیت خیلی بیشتره. واقعا خودشو داره الان خودش. نمیشه این صد تا هنجره داره واقعا. چالش بابا من یه دقیقه رفتم اون پشتو بیام دیدم داری اجرا میکنی. نه جات اجرا کردم ولی ادا تو در نیاوردم. ادامو درار. نمیشه، خیلی سخته. خب پس منم نمیتونم حذف کنم. یه چالش دیگه بگم. چیز ادای خدا میتونم در بیارم. سلام رضا رو در بیارم. بابا الان یه الان از اول که داره ادای منو در میاره دو قسمت خب دیگه. بابا ولش کنی. بزنی ادای ناتو رو در بیارم. ببین خودت یه پیشنهاد بده از یکی که واقعا شبیه سازیش جذابه. یکی میدونید ناراحت نمیشه. علی صادقی رو درار. نه سیادین هم که خیلی گفتن. آره دیگه. علی صادقی. تازگی داشت باشه. میگه علی صادق. آیسا علی صادقی. آره بری. آفرین. آیسا گردن. خیلی خری. بین علی رضا خیلی صمیمی بودن. آقا برای یوسف یه دست بزنید. برای یوسف یه دست بزنید. برای یوسف. دمت گرم. دمت گرم. استاد فنی خودت. قربونت. سر کوچه عقاقی ها. سر رضا سر یه سریال بود. ناتوی قسم. سر یه کاری بود. باغچه مینو بود داره. باغچه مینو بود داره. ما سر کوچه عقاقی ها بودیم. چه روزایی داشتیم واقعا. همش خونه من بودن. همش. خودم هم نبودم، اینا خونه من بودن. انقدر خونشون بودیم که یه بار یکی از رفیقای ناتو گفتم رفت مسافرت خونه‌شو اجاره داد.
ایوون اینا اینجا چیکار میکنن؟ قاطی کرده بود. حتی برای خنده این کارو کرده بود. مثل همون شوخی که با آقای سعید. خب بین چی و چی میخواین حذف کنم؟ خب بگیم. بین سه و چهار. بین سه و چهار؟ بله. چهار حذف. بیا دیگه تو این همه هی گفتی کلاخ 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 واقعا فکر کنم کلاخ آخه نه منطق داره میگه آخه مثلا میدونی من واقعا منطقی دارم فکر کنم چیه این سوال به تو کلاخو گفت واقعا یه حیوان مخوفی یه ذره خب یه ذره میگن مثلا چیزم هست یه ذره درسته یکم خرافات هم بله بله. درسته بله بله. ولی شغالو که همه میترسن اردکو برای چی باید بترسن اولی هم که برای خندشه خرگوشم من نشینه والا خیلی اردکو کی میترسه ازش اردکو خرگوش منطقی دارم میگم اجماع اردکم گاز بد میگیره در ذهن اجماع اجماع داتورم گاز گرفته قبلا حالا من خودم از من خودم یه موقع این موشای فاضلابی هم میترسم ولی که خیلی مو داشتن ولی همون اگر موهاشو کوتاه میکرد آقای بنفشه‌ها بیشتر میترسید چرا بدون موش اگه اجماع کنید اجماع نمیدونم آناتیدا چی میتونه باشه چیکار کنید نمیدونم ده اجماعاً چهار هشت بابا بگو دیگه چهار حذف شده حذف چهار سه دو یک بفرمایید سوال میسوزه ها نمیدونم من منم نمیدونم من بگم بگو پنج میپذیرید آره پنج اجماع پنج روششه شغال هراسی گفتم سه گفتم سه و چهار چهار و هست که سه دیگه وقتی میدونی بگو دیگه چرا وقت بقیه رو میگیری بخوره تو اون 60 میلیون خدای ببخشه برکت تو خودت خدا. هی میگفتی کسی همه از شغال میترسن بعد میگی شغال خب آخه دیگه مونده داره حذف میکنه سوال خوش با اون رفیق ناتوت وای رسید به اون لحظه که آدم میترسه میگه برو با اون رفیق ناتوت الان من اینو چیکار کنم اینو من چیکار کنم الان چی بنویسم کی بعد بنویسیم گزینه ناتوی تونه بنویسی این دستمالا رو هم دارید که اگر خوب اومدی بعدن تو خب نشون ندید الان فقط بنویسید من که میگم بزاره من از اول گفتم ببین از یه جایی به بعد که شما پررنگ جور رو یه ذره به یوسف شکر نه دیگه نه ولی بعد انقدر خصوصیت ها به یوسف میخورد گفتم یوسف آره نیست ببین رضا کلپس شده یه جایی حتی راهنمایی هم نکرد آره. ترسید شو شد به نظر رنگش هم بری اینو چیکار کنی؟ ببین ببینیم چی نوشته محاله باشه مگه اینکه دیگه خیلی خوب بازی کرد یوسف انشا می نویسی؟ نه من یه یادگاری هم براتون کشیدم که بارها هم همه جا کشیده بودم خب تخته ها مقابلتون آماده باشه با شمارش من برگردم بله حال میرا به شما هم نوشتی؟ بله بله سه دو یک برگردم این یوسف سیادیه براتون یادگاری نوشتم اینم ناتوه که زیرش نوشتم خب شما رضا جان میگی یوسف ناتوه یوسف عزیز و خانم مهرابی عزیز هر دو معتقدند شما ناتو هستی خب شما باید قانع کنید که حداقل یکیشون نظرش عوض شه کاملا داری اشتباه کاملا داری کاملا داری خدا من تو رو میکشم اگه من دروغ گفته باشی من تو این سکانس حسی بازی کردیم دروغ بهت نمیگم بهته کاملا داری اشتباه کاملا اشتباه نمی کنم واقعا دارم بهت میگم بعدن ثابت من تو مدرسه آگهی دادم کرده این کارا رو کرده
میتونه از تو برمیاد. آره ببین خیلی... بعد اجرا کننده هم داشت مثلا ببین مثلا شوخی کرده درسته، ولی اجراش با من بوده یا دوستای دیگه‌اش، ولی خب شوخی مال این بوده. شوخی کنم که کارم به بله نمیدونم به فلان ما شوخی کردیم با هم تصادف کردیم، ماشین خریده بودم دوتایی در درای ماشینمو خورد من پوکیت واسه رو هر میخندیم پلیس اومد باورش نمیشد واقعا تصادف کردیم ما ساعت 3 صبح با هم دیگه. خب این شوخی نمیتونه مال این باشه یا من باشه. آخه چرا تصادف کردیم اونم بگو دیگه. حالا مونشو ولش کن. نه بگو دیگه وسط خیابون وایساد پیاده شد تعظیم کرد به یه تابلو. نه منم دارم تابلو رو میبینم زدم به در ماشین. چه تابلوی تعظیم کردم مگه؟ داشتیم دوستمون رو اذیت میکردیم دیگه. آره آها آره 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 عکس رفیقمون بود اونم باهامون بود. آره آره بعد پلیس اومد باور نکرد که نخوردیم به حرف فکر که مثلا اومد گفت آقا سر کار دوربین مخفی و اینا رفت به خدا کروکی نکشید. نه بابا فرداش سر صحنه نه فکر نمیکرد که اون لحظه این اتفاق افتاده، فکر قبلش افتاده. خب الان از این زمان استفاده باید بکنی رضا. آره به جای خاطرهایی که بخوای تعریف کنی. ببین من از اول تو رو نوشتم. خب داری اشتباه میکنی. یعنی هر دوباری که نوشتم تو رو نوشتم، الانم تو رو نوشتم. آشا تو هم ولی اگر تو هم اگر ناتو باشی من میفهمم و میگم. ولی اگر تو اصلا... یعنی خب. اگر این باشه من دیگه تا ابد به تو اعتماد میکنم اگر اشتباه کنم. باشه من. ولی یوسف من تو رو می اصلا اسم منو بذار ناتاشا. چرا؟ به قرآن نمیشناسی اینو، با این زندگی نکردی. نه اتفاقا میشناسی این حادثه. اتفاقا من آدم اینجوری. آخه ببین انقدر هرچی که گفتین راجبش صادقه که من فهم کنم طراح خیلی باهوشتر از اینه که همه اینا رو بگی، چون اصلا همه چی مال خودشه. ولی تو آدمی هستی آدم بهت نمیتونه تو آدم واقعا تو رو نمیشه شناخت. جدی میگم خیلی مارموزی. ببین داره ذهنتو واقعا من بچه چون یه بازی دیگه هم داشتم الان یه ذره احساس هم اینه. آره. ببین تو اون بازی اعتماد کردی به من مگه ضربه خوردی؟ نه. خب الان هم ضربه نخورد. ببین شیشه خورده نداره، پلاستیک خورده داره یه ذره. همه اینا 5 دقیقه دیگه تموم میشه. صحبت کی بود؟ جدی دارم بهت میگم این اصلا خاطره به خاطر راجع به خودش بگه همش همین حادثه هاست. چون جا نداری تکیه بدی. آره میدونم همه اینا مال یوسفه. واقعیت هم اگه به من بگن بالاخره اینا یه جور استراتژیه، اینا یه جور بازیه. آره دیگه ببین اعتماد کن. یه جور استراتژیه که ممکنه یوسف داشته باشه. آره ولی به من اعتماد کن، من اگه داشته باشم یه جور دیگه میشم. جدی میگم چرا یه جور دیگه میشه؟ آخه ببین واقعا دارم میگم اصلا مهم نیست. ببین چه زوری داره میزنه. نه ببین چه زوری این جایگاه قرار بگیرم الان. واقعا نگاه کن، یعنی از اول دست داره چیکار میکنه؟ داره همین کارو میکنه دیگه. چرا واقعا یه ذره فکر کن به تلاشش. ببین من یه شکی به یوسف کردم که اصرار داشت جایی که اسم رضا رو نوشت من تو گفتی ببینم. آره ولی تو میتونی من نشون ندی. ببین همه ذهن تو داره میچرخونه. خوشه به شیدا هم نشون دادم. خب دیگه بدتر. همین نشون دادنت یه سرش خب به اون خب. شک نکن واقعا به چیزای دیگه فکر کن. الان میتونید رأیتون رو نهایی کنید. اگه تغییر نمیدید که اعلام کنید من تغییر نمیدم. ولی من دارم اگر میگم. اگر تغییر میدید اون دستمالا برای اینه پاک کنید تا تغییر بدید. آشا دارم میگم منو تو سکانس هستی بازی کردی. ببین من جالبه در طول بازی به رضا شک داشتم ولی این تیکه دفاع به خب به من نگاه نکن که شک کنی. مثل قضیه رضا شفیعی شد. من خیلی بالا پایین میپرم اینها. من خیلی بالا پایین میپرم همه شک میکنن. من چشات ممکنه بفهمم. بیا من نتونستم واقعا نتونستم واقعا نیست. حالا به چشم با این تلاشش آدم رو شک میکنم. واقعا نیستم نگاه کن. اصلا شک نکن. ببینم یه تو ازدار چشم تو بفهم. چشای رضا رو بی؟ اصلا چشای چپ شد. اگه تغییری میدید الان وقتشه. من میدونم الان همجوری فوش میخورم ولی چیکار کنم؟ نه اصلا ناتو تغییر نده نده به جون خودم نده. ببین نگاه کن نکن این کارو نکن این کارو نگاه کن
خدایا این کارو چرا من اینجا قضیه باشه جون من نکن این کارو نگاه کن چه استوری داره ببین میکنه. اصلا مهم نیست جایزه برای من ببین از اول داره منو اذیت میکنه جایزه کاره مهم اینه. اصلا برای من ناتو بشم یه جوری بازی میکنم که میدونی چی میگم به التماس کردن نیفتم ولی الان ناتو نیستم ناتو بشم یه جوری میشم که اصلا به اینجا نکشم یه دفعه دیگه نگات کنم حرف نزن باشه بیا از زیاد نزدیک نگاه نکن خندم میگیره ببین من که اصلا برام فرقی نمیکنه جون خودم دارم یعنی 5 دقیقه دیگه مهم اینه که بازنده باشی یا برنده حالا اصلا میشه اصراری به جان خودم گفتم بیا خب میپرسم شما تغییر نمیدی وای نه من تغییر نمیدم شما تغییر نمیدی 100,000%. خب تختاتونو بدید شما که تغییر نمیدید تختاتونو بدید به جون خودم دارم درست میگم من رفتم ریوسه خب شک نکن ولی خب بده اعتماد کنم اعتماد بگم من یه چیزی بگم آره عوض کن من به رضا دارم اعتماد میکنم بده منم بنویسم من میگم اینا نمیخوام خب خودم بنویسم خب بیام نشونت میدم بیا من دیگه اعتماد کردم نه میخوام یعنی بعد از اعتمادیه که یه عمر منو بدبخت میکنه میخوام احساس گناه نکنی بعدن نسبت به خودم نوشتم بیا وای من چی کار کنم من این از شما بگیرم تمام با شما هم کار دارم چی بگم دوستان بیاید پیش ما تشریف بیارید یوسف تو رو خدا حالا کار بدی نکردیم که چی کار کنم کار بدی نه من خودم نوشتم بفرمایید من نوشتم ناتو یوسف حتما همه باید اینجا نشسته باشیم چون میخوام از ناتو بازی درخواست کنم که بگی بلند شه و اینجا من پاچه همون درست کرد رضا تو رو خود رضا پا نشی رضا پا نشی نه بابا شک نکن یوسف بلند شد دیگه در این لحظه از ناتو بازی میخوام که بلند شه و بیست وای من این کارو کم فونم نمیشم که ابراز پشیمونی نکنم ولی من خودم نوشتم وای آشان هی گفتم از اون پشت اف نداره ولی من نه من خودم نوشتم من حالا آخر همیشه رضا رو نوشتم از یه جایی که شو شد کلپس کرد اصلا دیگه راه نمایی هم نکرد ما سه نفر هی داریم میگیم رضا اصلا رضا نمایی هم نکرد بشین تعریف و عذاب وجدان نگیری برای همون خودم نوشتم همون کارتم تابلو بود که تو نوشتم اول به رسم مسابقه یه دونه دست می‌زنی بعد به رسم دوم مسابقه یه چک محکم تو گوش ناتو نچ رضا اون ماجرای اجاره دادن خونه چی بوده قابل گفتن نیست قابل گفتن نیست من الان بیشترین زجری که کشیدم این گچی که به من دادین رو تخته بنویسم وای مثل مداد بود برات اصلا دیوونه داشتم میشد اون صدا مداد هم میدونستم اینا رو بلی. اون اردک رو میدونستم اون 40 کیلومتر رو میدونستم ببین من دوباری هم که نوشتم هر دوبار رضا رو نوشتم باز دیگه کاغذش داره نقاشی میکنه بعدم داوود نژاد نوشته بود از اول گفتم رضا اون ماجرایی که تو میدونی که سر همون که شام ایرانی خب چتره که تعریف کردم و سه روز رفتیم بازداشتگاه ما با من و رضا یارو رو فرستادیم آسمون تعریف رو ارتباطات انسانی یعنی بچه‌ها گوش کنید اینو جالب هست تو فضای مجازی یه نفر رو مسیم به جت اسکی خب پشتشو نبسته بودیم یارو رفت تو آسمون از کدوم شهر تا کدوم شهر؟ چالوس رفت باولسر اومد پایین نه بپ پاراشوت؟ آره ترشو نبسته بودیم اون اعلامیه کی بوده؟
بله زمان دویرستانم بود. یکی از دوستامون. رضا طراح خوبیه ها، شاید هم زحمت نکشه برای این کار، ولی قشنگ دو سه نفر همیشه دور و برش داشت که. آره این کارا رو انجام داد. فیلم مصاحبه شیرینم بود. بابام گفت فرد تا اگه می‌خوای حال کردی هم منم اگه بابای محترمشون گفت و منم اگه ناتو بشم به خانومم که تابلو دلفین دوست چون خیلی چیزا رو از هم میدونیم. بیژن هم همینطور، ولی با رضا دیگه خیلی میدونیم. تو عاشق ترسوندنی پدر رو هم ترسوندی؟ یه بار داشت از لبه تراس میافتاد پایین بابا. چجوری؟ به خاطر که تو ترسوندیش داشت میگاش. یه پخ بهش گفتم. همین در همین راست پایین. ببین اونو یادته میونم پلی چرا عاشق ترسوندنی؟ خیلی دوست دارم دیگه. میونم این خدا میزنم زمین. یه نفر بود که بنده خدا درگیر میشد. من از اول هر دوبار اسم رضا رو نوشتم. منم هر دوبار اسم رضا. الانم قشنگ اسم رضا رو نوشتم. مطمئن میگم طراحی میکنه. یه بنده خدای سر سریال زندگی به شرخنده. حالش الان گرفتارم خدای همه گرفتارا رو ان شاءالله حالشون رو خوب کنه. خیلی توپ بود. بنده خدا جز شوتش بود. هنرورا هم بود. نه نشسته بود تو اتاق. بعد یه پله بود ما بعد میمونیم پایین که میرفتیم تو اتاق گیریم رضا هم نشسته بود این هی خط میداد. من میومدم این بنده خدا تو چرت بود میومدم از پله دوم خودم ول میکردم گفتم وای پم من میگم یا یه نگاه میکنم گفت آقا دفعه اول دفعه دوم دفعه سوم دیگه بلند شو یکی اینا جمع کنه. بعد این هی خط میداد. من میومدم پایین. به نظرم این دست خیلی تجربه باحالی کسب کردیم برای و بدون منم ناتوشم. چرا من دوتا آدم من در مزان دو تا آدم سخت دارم جلوم. البته خانم یوسفی رو قبلا کار کردم باشون میدونه اخلاقی من آشار خیلی زیاد کار کردیم با هم دیگه، ولی به هر حال ای بیش اولم این خیلی سخت اگه من ناتو بشم. ولی دیگه رضا هیچ وقت بهت اعتماد ببین هیچ چاره نداشتم من تمام چیزایی که می نوشتم باید یه چیزایی بود که شبیه یوسف بود دیگه. آره من اومدم اون کارو کردم از اول سناریو چیده از اول شبیه یوسف گفته یعنی هوشمندانه عمل کرده هوشمندانه عمل کرده چون خود منم یعنی دوست داشتم که نه خدایش خوب بازی کرد تو دقیقه 90 ببخش ولی دم همتون گرم دمتون گرم ولی اینو بگم تجربه زندگی کردم من خیلی منو بیژن زیاد ویژه گرزا رو میدونستیم ولی به عنوان یه بازیگر واقعا خیلی خوب بازی کرد یعنی واقعا خوب بازی کرد یعنی خوب بازی کرد چون میدونی که این بازی اصلا همین که منو حذف نکرد من یکی از شکای بزرگم این بود قطعاً الان چون میدونست من میدونم که خودشه منم میدونستم من این دوباره رو نوشتم آقای ببخشید دیدم مجبور بودم دست اول تو رو حذف کنم تو نگفته بودی تو رو شک بود من رو مثلا این شک نبود از اول قفلی زده بودم آره دیگه تو اصلا منو میشناسی در واقع باید کسی رو نگه میداشت که میتونه قانعش کنه آره کسی رو شک من یکی از اشتباهاتی که کردم اعتماد تو جلب کرد با این کار اعتماد منو جلب کرد بذارید باشه و برعکس چون یوسف هم به تو شک داشت یوسف نمیخوای مصاحبه ببخشید ببخشید یوسف نمیخوای معذرت خواهی از من بکنی چرا اینقدر من اذیت کردی خب باشه دو تا دیگه هم داریم بگو همه جمع شه ببینید که مقدار معذرت خواهیم چقدر باشه تو دیگه برنده دیگه معذرت خواهی تو الان بچا چقدر سوال جمع بیننده عزیز خدافظ همگی بچا میگن خدافظی کنید خدافظ منی چند سالته؟ نه دوست داشتم از اون هیجانایی که خیلی دوست داشت اجرا کنم. من از اول به رضا شک داشتم تو کاغذم رضا رو نوشتم. یه ذره از اوایل بازی گذشت به یوسف شک کردم که دوباره از یوسف برگشتم. وگرنه سفت و سخت گفتم رضا. خسته نباشید بینندگان عزیز مسابقه ناتو. خیلی خوشحالم که در این مسابقه در کنار دیگر همکارانم که خیلی دوست دارم هر چهار تاشون در خدمت شما هستم. این که به من شک کردن یا اینکه یک جایی واقعا شک نمی‌کردم باشم یا نباشم حالا مشخصه منه چون یه چیزایی واقعا خیلی رو راست میگم. یه ذره به یوسف تیموری شک داشتم ولی در روند بازی مخصوصا اون کدی که گفتش که کارگردان گفته 40 کیلومتر باید بدویی مطمئن شدم که ایشونه چون توی بقیه ندیدم اینو. خب باید بپذیرم که رو دست خوردم دیگه یعنی من به رضا بخاطر که ما قبلا با هم بازی داشتیم و خیلی خوبم با هم بازی کرده بودیم توی بازی دیگه و خیلی به هم اعتماد می‌کردیم و اعتماد جواب میداد. سلام به همه بیننده ها. آره دیگه من چاره نداشتم باید خانم مهرابی رو نگه می‌داشتم و مشخصه هم این یوسف بود باید یه نفر نگه می‌داشتم که
بتونم نظرش رو جلب کنم. اینجا من اعتماد کردم، انقدر خصوصیات ناتو به یوسف هم شبیه بود، این بود که واقعا برام سخت بود. ولی من از همون ابتدا توی جفت با کتا اسم رضا رو نوشته بودم، حتی آخرشم، ولی خب دیگه رو دست خوردم، باید بپذیرم. از اونجا هم هی میگفتم به خانم مهرابی که ناتو آقای داوود نژاد گول نخور گول نخور، ولی بالاخره تو جوی که ایشون بودن انتخابی که داشتن این بود. لحظه آخر که یوسف شروع کرد خیلی زور زدن، اون لحظه بودش که تونستم، از اولم رو همون لحظه حساب کرده بودم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. نمیدونم حالا قراره که بازی کنیم، مسابقه است، یه قرار نیست که در واقع چیزی رو لو بدیم. و اینکه یک بخش دیگرش هم برای تهیه کننده هم برای خود ما اینه که خیلی میدونین، یعنی در واقع یک مسابقه بشه که طبق قانون پیش بره و نمایشی باشه، یک جذابیت هایی هم داشته باشه. و این شوخی هایی که ما میکردیم با دوستانم، همشون عزیزم برای من، همشون دوست داشتنی هم، واقعا این داداشام اول از همه دوستشون دارم، بعد مثل همکارام. و امیدوارم که حداقل با حضور من هم این مسابقه اون شکل مسابقه شو داشته باشه، حالا توی پارت بعدی همین که لبخند به لبتون بیاد و یک مسابقه خیلی جذاب ببینید. من بردم. ناتو این بازی یه آچار، خیلی جای بدن شکسته، دستاش شکسته، پاهاش شکسته، سرش شکسته. ناتو این بازی دوران دبیرستان رفیقش مناسبه بره مسافرت،